16 تجمع اعتراضی مردم عراق. اعتراضات دانشجویان دانشگاه ملی و دانشگاه آزاد بومهن تهران. تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد قم. اعتراض اولیای دانش آموزان مدارس منطقه 19 تهران علیه اخاذی آخوندها. تجمع اعتراضی ساکنان فاز 1 شهرک غرب تهران. اعتراض کارگران بازنشسته کارخانه ایرانیت تهران. تجمع نمایندگان کشاورزان اصفهان. اعتراض مردم بوکان به نبود آب آشامیدنی. تجمع مردم روستاهای اطراف صحنه در استان کرمانشاه در اعتراض به بی‌آبی. اعدام 5 زندانی در اردبیل و بابل، 2 اعدام در ملأ عام. هشدار عفو بین‌الملل نسبت به اعدام قریب الوقوع 1 هموطن عرب خوزستانی. 16 تجمع اعتراضی مردم عراق روز شنبه 13 مهر ماه در میدان باغ ملی این شهر برگزار شد. این تجمع به رغم حضور گسترده ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی برگزار شد. تظاهر کنندگان پلاکاردهایی با این مضمون حمل می کردند: مردم عراق نفس می خواهند. عراق بالاترین شهر دارای سرطان در کشور می باشد. دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه ملی تهران موسوم به بهشتی روز شنبه 13 مهر ماه در ورودی سالن علامه امینی این دانشگاه تجمع کردند و علیه سیاست رژیم آخوندی برای ممنوعیت تحصیل دانشجویان ستاره دار اعتراض کردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد قم در اعتراض به وضعیت برنامه‌های درسی در مقابل دفتر رئیس مزدور دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان دانشگاه آزاد بومهن در تهران روز شنبه 13 مهر ماه در مقابل در شمالی این دانشگاه تجمع کردند و به تمدید نشدن زمان حذف و اضافه دروس اعتراض کردند. اولیای دانش آموزان مدارس منطقه 19 تهران در مقابل اداره آموزش و پرورش این منطقه در میدان بهشت 400 دستگاه نازی‌آباد تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به اخاذی ایادی رژیم آخوندی اعتراض کردند. جمعی از ساکنان فاز 1 شهرک غرب تهران ساعت 8 صبح روز شنبه 13 مهر ماه در برابر شهرداری رژیم در منطقه 2 واقع در سعادت آباد تجمع کردند. آنها به پروژه برج سازی در این منطقه که باعث فرو ریختن کف خیابان و خسارت به ساختمان‌های مسکونی شده است اعتراض کردند. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی تجمع کنندگان را مورد یورش و ضرب و شتم قرار دادند. کارگران بازنشسته کارخانه ایرانیت تهران تجمع کردند و به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود از شروع سال 92 اعتراض کردند. جمعی از نمایندگان کشاورزان اصفهان با تجمع در مقابل استانداری رژیم در این شهر با امضای یک تومار اعتراضی خواستار پرداخت خسارات شدند. کشاورزان اعلام کردند تا گرفتن حق آب و دریافت خساراتشان که طی سال 91 و 92 متحمل شده اند دست از اعتراض بر نمی دارند. صدها تن از مردم بوکان در اعتراض به قطعی آب آشامیدنی در مقابل اداره آب این شهر تجمع کردند. بیش از 1 هفته است که آب آشامیدنی قطع است و رژیم آخوندی هیچ اقدامی برای حل آن نمی کند. مردم روستاهای اطراف صحنه در استان کرمانشاه در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند و به مشکل نبودن آب آشامیدنی اعتراض کردند. معترضان می گویند در 24 ساعت تنها نیم ساعت آب آشامیدنی داریم. رژیم جنایتکار آخوندی 5 زندانی را در زندانهای اردبیل و بابل به دار آویخت. 2 تن از این زندانیان روز شنبه در میدان مادر بابل در ملأ عام حلق‌آویز شدند. 3 زندانی را نیز در زندان اردبیل اعدام کردند. خانواده های زندانیان سیاسی کاوه ویسی و مختار رحیمی
از انتقال فرزندان در بند خود از زندان گوهردشت کرج به نقطه نامعلومی ابراز نگرانی کردند. کاوه ویسی و مختار رحیمی از سال 1388 در زندان به سر می‌برند. عفو بین الملل هشدار داد یک زندانی به نام قاضی عباسی از شهروندان عرب خوزستان به سلول انفرادی در زندان کارون منتقل شده و ممکن است در معرض خطر اعدام قریب الوقوع باشد. به گفته عفو بین الملل این زندانی در طول مدت بازداشتش شکنجه شده یا مورد بدرفتاری های دیگر قرار گرفته است.